سلام در ادامه سلسله بحث های مقاومت مدنی مجددا قبل از اینکه به سراغ ادامه درس ها بریم و مسیری رو که داشتیم دنبال بکنیم اجباراً به دلیل سؤال مهمی که بعد از جلسه قبل پیش اومد مجددا همینجا می و بحث رو با پاسخ به این سوال دنبال میکنیم و اون سوالی که مطرح شده از چندین ایمیلی که من دریافت کردم و چند نفر هم حضوری به من گفتند بحث جنبش سبز جنبشی که بسیاری از شما در اون فعال بودید درگیر بودید و مقاومت مدنی اگرچه در ادامه بحث یعنی روشی که در کلاس ها تراحی شده برای محتوا در انتهای بحث ها مجددن به جنبش سبز در یک بررسی مقایسه با انقلاب اسلامی ایران خواهیم رسید ولی به دلیل اینکه ذهن رو الان درگیر کرده و سالات دقیقی رو دوستان مطرح کردن فکر کردم که مفیده اگر ما به جنبش سبز در اینجا در همین مرحله مقداری بپردازیم این رو هم عرض بکنم که ما در سلسله بحث هایی که دنبال میکنیم اگر خاطرتون باشه در جلسه اول یک نگرش کلی داشتیم پاسخ به اولی ترین سوالاتی که به ذهن میاد در جلسه دوم به تعریف قدرت برنامه ریزی استراتژیک در مقاومت مدنی پرداختیم و از جلسه سوم بحث چکلیست برنامه ریزی مقاومت مدنی رو دنبال کردیم در ادامه بحث ها به مسئله تاکتیک ها خواهیم رسید مروری به تاکتیک ها و بعضی تاکتیک هایی که اتفاقا در همین جنبش سبز اجرا شده رو بررسی خواهیم کرد و در انتها هم به بررسی مقایسه بین انقلاب اسلامی ایران و جنبش سبز خواهیم پرداخت از منظر درس هایی که در این سلسله درس ها دنبال کرد تا اینجای کار اگر خاطرتون باشه ما به در چکلیست مقاومت مدنی سه اصل حد اقلی رو بررسی کردیم یکی مسئله اتحاد بوده یکی برنامه ریزی در مسیر مبارزه است و یکی هم حفظ دیسیپلین و انضباط مقاومت مدنی بوده البته از این چکلیست دو مبحث دیگه مونده یکی در واقع کاستن از ترس و وحشت و زمین سازی برای پیوستن مردم به مقاومت یکی هم ایجاد شکاف و اختلاف در حکومت به خصوص ماشین سرکوبشه که در جلسات آتی به اون خواهیم پرداخت ولی تا اینجا کار در واقع سه اصلی که تا الان مرور کردیم از روی چکلیست یعنی اتحاد برنامه ریزی و حفظ دیسیپلین مقاومت مدنی با توجه به سوالاتی که مطرح شده به خصوص بحث جلسه گذشته که رابطه مقاومت مدنی و انتخابات آزاد رو کاویدیم بحث کردیم و بر اساس سوالاتی که مطرح شده بود به اون پرداختیم در این جلسه یک سلسله سوالاتی که در خصوص جنبش سبز مطرح شده رو پیش رومون قرار میگیره اول از منظر اتحاد یعنی اینکه آیا جنبش سبز توانایی این رو داشت که اتحاد بین نیروها ایجاد بکنه و نیروهای مختلفی رو که در جنبش هستند رو بتونه متحد بکنه اگر باز از به بحث درس‌های گذشته رجوع بکنید میبینید که ما در بحث اتحاد سه تا سوال رو یعنی تحویل کردیم ایجاد اتحاد رو به سه سوال سوال اول این بود که آیا رهبر یا رهبران مناسب جنبش وجود دارند رهبرانی که در واقع بتوانند حول در واقع جنبش مردم رو متشکل بکنند و همینطور آیا اهداف جنبش در واقع تعریف شده بوده در واقع در بحث اتحاد ما سه موضوع رو باید مد نظر قرار بدیم یکی اینکه در حول اینکه آیا اهداف و رهبران میتونه مردم رو متشکل بکنه این سوال در واقع تبدیل شده به سه موضوع و سه سوال یکی اینکه آیا آینده پس از دیکتاتوری چگونه خواهد بود نقشه راه برای رسیدن پیروزی چیست و رهبری دارای حقانیت کیست در جنبش سبز این سه سوال رو برگردیم نگاه بکنیم سوال اول اینکه آینده پس از دیکتاتوری چگونه خواهد بود خاطرمون هست که هدف جنبش سبز در واقع در یک شعار خلاصه میشد رأی من رو پس بده بعد از تقلب انتخاباتی در واقع میشه گفت که پافشاری بر انتخابات آزاد و شمارش رأی مردم یک حق مدنی به نام رأی مردم به عنوان هدف اول مطرح بود ولی هیچ تصویری از این که اگر ما به این هدف برسیم بعدش چگونه خواهد شد وجود نداشت در واقع بعد از اینکه آقای مهندس موسوی بحث روزگار طلای امام رو کرد یا بازگشت و اجرای بیتنازل قانون اساسیش ای بسا بشه گفت که در همین هدف واحد هم مقداری چند دستگی در جنبش ایجاد شد یعنی بعضی کسان و در جنبش معتقد بودند از مسیر رأی من رو پس بده باید قدم های بعدی رو برداشت و رفت به سراغ تغییر قانون اساسی نظام حتی رفت به سراغ گذار کامل از این نظام بعضی ها معتقد بودند که نه همین قانون اساسی فعلی ظرفیت داره در این چهارچوب میشه کار کرد بنابراین هدف جنبش که با در شعار رأی من رو پس بده یا رأی من کو ابتدا خلاصه شده بود از اینجا به بعد متشتت شد گم شد و نیروهای مختلف هر کسی از زن خود شد یار من در جنبش مشارکت کردند. در همین جا این رو هم عرض بکنم به خصوص وقتی که علا رغم یکی دو ماه اول جنبش و شور و فطور زیاد بالاخره آقای احمدی نژاد به مجلس رفت و براسم تحلیف به جا آورد و در واقع نشون داد آقای خامنه ای که این شعار رأی من رو پس به در حاضر نیست گردن بگذاره و عقب بره اون مقدار فشاری که ایجاد شده بود در جامعه با تظاهرات میلیونی کافی نبوده برای اینکه وادار به عقب نشون بکنه در اینجا در واقع شاید ضرورت داشت که جنبش شعار محوریش رو تغییر میداد و دو آینده ای رو نشون میداد که در از قبل اون شعار از قبل اون هدف قابل تأمین بود بنابراین مشکل اول در بوده نگه داشتن اتحاد نیروهای در صحنه با شعار محوری بود که بردش تا زمان تحلیف بود تا زمان سوگند خوردن بود و بعد از اون هم رو به نه فقط تغییر نکرد بلکه با مطالبی که مطرح شد خودش موجد به هم زدن اتحاد میشد معذالک همینجا این رو هم عرض بکنم جنبش سبز با چند کانون بودن چند محوره بودن و با تکیه بر حقوق مدنی مردم علا رغم این مشکلی که به طور اساسی درش ایجاد شد شاید به خوبی از معدود حرکت هایی بود که طیف وسیعی از مبارزین رو در داخل ایران و خارج ایران از گرایشات مختلف و سیاسی و اجتماعی توانست که مقدار زیادی در صحنه حداقل همسو و همگام نگه داره نکته دوم در ایجاد اتحاد بحث نقشه راه برای رسیدن به پیروزیه یعنی باید جنبش بتواند جلوی مردم بگذاره که اگر یک آکسیونی مردم رو دعوت میکنه به خصوص آکسیون هایی که بزرگ و میلیونی و همگانیه این آکسیون چگونه در خدمت قدم بعدی است قدم الف چجوری به ب میره ب به چجوری به س ج آخر و تا یه میرسه نقشه راه نمیگم در جزئیات بشه به همه مردم ارائه کرد بعضی بخشاش رو اصلا شاید برای اینکه دشمن بهره برداری نکنه در جزئیات نباید ارائه کرد ولی در کلیاتش دست کم باید روشن باشه که چگونه در واقع نقشه راه امید پیروزی رو میتونه به ارمغان بیاره من خودم در جریان جنبش سبز گاهی با بسیاری فعالین که در داخل ایران هم مبارزه میکردن روی سکایپ و ابزارهای اینگونه که امنیت داشت صحبت میکردیم و این سوال واقعا از کسانی که شاید کف خیابون جانفشانی هم میکردن مطرح میشد که ما میریم برخورد میکنیم خطر پیشه میکنیم ولی بعدش چی یعنی نقشه راه برای حتی فعالین روشن نبود که چگونه در واقع از تظاهرات خیابانی جنبش احتمالاً با اکسیون های دیگه گریز گوری، خواهد زد عبور خواهد کرد و چگونه در واقع رژیم رو فلج میکنه شکاف درش ایجاد میکنه و میره سراغ مراحل بعدی موضوع سوم در خصوص اتحاد بحث رهبری دارای حقانیت بود که اتفاقا جنبش سبز به نظر من از این حیث شاید مشکلی نداشت اگرچه بعدا در پیشرفتش مقداری دشواری ایجاد شد مقداری سوال ایجاد شد حول آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد ولی من حیث المجموع با توجه به پایمردی آقای موسوی آقای کروبی و خانم رهنورد و محبوبیتی که در بین مردم ایجاد شده بود و مجموع حرکتی که کردن علا رغم اینکه روی گذشته اونها خیلی ها دست گذاشتن کشتار 67 مسئله روحانی بودن آقای کروبی و امسال هم, هم ولی منحیس مجموع دست کم در مقایسه با جنبش های دیگه در جاهای دیگه دنیا میشه گفت که تا همین امروز رهبران جنبش سبز هم حقانیت مشروعیت و لجیتیمیسی کافی رو به دست آوردن هم به قولی که به مردم داده بودند بابت اینکه بیایید در انتخابات و اگر تقلب شد ما پای تقلب میستیم وفا کردند که موضوع مهمی است وفای به عهدی که با مردم کرده بودن حزینش هم پرداختن دوستانشون کشته شدن فامیلاشون کشته شدن خودشون به سختی افتادن و تا همین امروز در حصر ایستادن مقاومت میکنن حاضر به برگشتن و پشت کردن به مردم نشدن و مجموع اینها و صداقت سلامت پیشینه سالم فاسد نبودن و غیره همه دست به دست داد و رهبری جنبش از غذا دارای حقانیت لازم بود از دید عموم مردم همینجا این رو هم عرض بکنم نه در جنبش سبز در هیچ جنبش دیگه ما در خلا عمل نمیکنیم رژیمی که داریم باهاش می جنگیم اون هم بیکار نمی نشینه و دائما مشکل ایجاد میکنه در اون روزگاران من یادم هست مقدار زیادی رژیم هم سعی میکرد سمپاشی بکنه سعی میکرد که اشکال ایجاد بکنه و در واقع ناامید بکنه سوال دور آقای موسوی و کروبی و خانم رهنور ایجاد بکنه و در واقع دل بکنه از دنبال کردن اونها حتی پاره بخشا به اسم جنبش و مثلا مبارز شروع کردن به تقریب آقای موسوی و ولی من حیث المجموع به نظر من این محور در جنبش سبز مشکلی نداشت به لحاظ حقانیت رهبری اگر ایرادی به رهبری جنبش سبز بشه گرفت این است که به موقع و در زمان لازم تغییر مسیر شعار محوری جنبش رو در دستور قرار نداد و به موقع تاکتیک های مناسب رو در دستور نگذاشت و یک نقشه راه درستی رو پیش پای ملت نگذاشت ولی از بود داشتن حقانیت تا همین امروز هم میشه گفت که به قدر کافی پایگاه داشت و داره که جنبش رو بتونه رهبری بکنه محور دوم در بحث هایی که کردیم در برنامه ریزی مقاومت مدنی بحث داشتن برنامه اجرایی است که در محور قبل هم در اتحاد هم گفتیم یکی از ضروریاته و تقریبا قلب کاره بحث اینکه آیا برنامه اجرایی جنبش چگونه داشته باشه به این سوال در واقع برمیگرده که آیا مقامت مدنی برنامه اجرایی برای پیروزی داره و این برنامه این سوال رو میشه شیکون به پنج سوال که قبلا راجبش بحث کردیم آیا کارهای تاکتیکی تهاجمی رو سال اول جنبش طراحی و تنظیم کرده بود تهاجمی به معنی اینکه اکتیو بره در میدون در واقع در مقابل کارهای پسیو در واقع عدم همکاری مثل تظاهرات در خیابون مثل عرض شود که رفتن چسبوندن عکس به در دیوار شعار نویسی دیوار نویسی و مسائلی از این قبیل خب جنبش سبز در واقع یک تاکتیک رو عمدتا به کار گرفته بود اون هم دعوت میلیونی به تظاهرات در خیابون در روزهای رژیم بود که رژیم به دلیل اینکه در محضور گیر میکنه سرکوب نمیتونست بکنه مثل مثلا روز قدس یا سیزده آبان یا امثال هم یا آشورا و در عوض از امن امنی که برخوردار میشه میلیون ها نفر بتونن بیان توی خیابون که می اومدن اما این تاکتیک به تنهایی کارآمدی نداشت و از یه جایی هم کارآمدیش رو از دست داد و این بود که رژیم هم تصمیم گرفت که ولو روز او هستش خجالت رو بذاره کنار براش هزینه داشت ولی ضرب و تقسیم کرد و گفت هزینهش رو میپردازم اما ولو روز رژیم هست سرکوب میکنم و نمیگذارم که تظاهرات میلیونی شکل بگیره که اوجش هم شاید بشه گفت روز آشورا بود که برای رژیم هزینه سنگینی داشت که در روز مقدسی مثل آشورا دست به سرکوب بزنه و بدنامی براش داشت در بین دنیای اسلام و به خصوص شیعیان در منطقه که پایگاه این رژیم بودن سال روش برنامه ریزی کرده بوده ولی از یه جایی به بعد خلاصه تصمیم گرفت که سرکوب بکنه و نذاره که دیگه تظاهرات میلیونی در خیابون شکل بگیره بنابراین تنها تاکتیک اکتیو و تهاجمی که جنبش تمرین کرد منهای بعضی تاکتیک های کوچیک و فرعی که به ابتکار کسانی انجام میشد اه اه تاکتیک دیگه ای رو در دستور نگذاشت که بگیم لیستی رو داشته باشه در برنامه ریزی و بگه که این کارها رو انجام خواهد داد سوال دومین بود که قبلا بحث کردیم در برنامه ریزیم که آیا کارهای تاکتیکی دفاعی تر و تنظیم شده؟ کارهای دفاعی که اگر حتی به صورت تهاجمی میریم چگونه از نیروهامون حفاظت بکنیم؟ یا چگونه در واقع بتوانیم کارهامون رو به ریسکش رو به حداقل برسونیم مثلا اگر در سروستان برنامه داشتن برای اینکه اگه کسی دستگیر میشه آزادش بکنن تظاهرات بذارن و اینا در جنبش سبز آیا این کار کرده بودیم به نظر من باز نه بخش سوم در واقع این بود که آیا جنبش فهرست کامل تاکتیکاشو مبتنی بر ریسک اجرا یا توقف و ترکیب تمرکز یا عدم تمرکز تهیه تر... کرده بود باز هم نه در واقع اون بحثی که برنامه روشنی باشه برای اینکه به هدفی که داریم برسیم غیر از اینکه خود هدف از یه جایی گم شد و در واقع دوچار سردرگم کرد جنبشو برنامه روشن مبتنی بر تنوع تاکتیک ها تنوع انواع تاکتیک ها در جنبش حضور نداشت این به این معنی نیست که رهبری جنبش باید تمام تاکتیک ها رو بشینه فکر کنه بیاره در یه برنامه استراتژیک. ولی دست کم باید چند نوع تاکتیک مختلف رو به خصوص تاکتیک های عدم همکاری و فلج سازی حکومت رو باید فکر کرده باشه و جهت عمومیش رو به مبارزین بتونه ارائه بکنه در همین بحث صحبت کردیم که مثلا شیلی یکی از بهترین مثال است که با تنوع تاکتیکی در زوایای های مختلف توانستند رژیم رو در واقع سردرگمش بکنن بهترین روش ها در واقع این است که جنبش رهبریش برنامه روشنی رو که داره در کلیاتش با تنوع تاکتیکیش در یه اصولی بتونه ارائه کنه ولی کادرهایی که آموزش دیدن رهبران محلی منطقهی در میان اخشار مردم در سازمانهای مدنی مردم ولو به شکل نیمه مخفی نیمه علنی ولو مخفیانه کادرهایی باشند که آموزش مبارزات مدنی رو دیده باشند، بلد باشن و ابتکارات اونها در چارچوب برنامه کلان به حرکت در بیاد در واقع مثل افریقای جنوبی سازماندهی غیر متمرکز مبتنی بر ابتکارات فعالین در هر کجا در چارچوب برنامه کلانی که تمرکز و عدم تمرکز ریسک اجرای یا توقف تهاجمی یا تدافعی اجرایی یا همکاری یا عدم همکاری و غیره رهبری جنبش ارائه میکنه ولی به جزئیات رفتن برای هر منطقه هر گروه اجتماعی غیره واگذار میشه به صورت غیر متمرکز به ابتکارات فعالین که در واقع اونها می توانند در هر جایی بر اساس روش باخت باخت در واقع تاکتیکا رو به پیش ببرند این رو هم عرض بکنم که در این مسیر در واقع بنابراین دیده میشه که یکی از واجبترین کارها تربیت کادرهایی است که بشناسند مبارزات مدنی رو بتونند که بر اساس اجرا یا عدم اجرا بر اساس همکاری یا عدم همکاری بر اساس رعایت طراحی اکسیون های باخت باخت بتونن ابتکاراتشون به کار بیفته یکی دیگه از ضعف های جنبش سبز این بود که بسیاری کادرهاش آموزش مبارزات مدنی رو نداشتن در ابتدایی ترین سوالات گیر کرده بودن کادرهای جنبش سبز که اساسا تردید داشتند که با مقاومت مدنی میشه رژیم رو وادار به عقب نشینی کرد پیروز شد سرنگونش کرد یا نه و میگفتن نه اینا مثلا پرروتر از اینن که کنار برن بدون اینکه در نظر بگیرن که ما در مبارزات مدنی با قدرت خیلی زیاد در واقع موثرتر از مبارزات خشونتبار حکومت رو شکستش میدیم و بنابراین ضعف آموزش هم بحث دیگری بود که در این جنبش خودش رو نشون داد آیا تاکتیکا آگاهانه در یک استراتژی منسجم مرتب شده بودند بحث دیگه ای که در جلسات گذشته پرداختیم در جنبش سبز چون این چیزی رو نمی دیدیم برای اینکه همونجور که عرض کردم فاقد یک برنامه از الف تا یه بود که جلوی چشم فعالین باشه لذا تاکتیکا و ابتکاراتی هم که گاهی از طریق اینترنت ارائه می شد مثل نپرداختن مثلا پول برق مثل بالا بردن ولتاژ مصرفی در پیک تا نتونن کارشونو بکنن مثل اسکناس نویسی و امثال هم که ابتکارات خیلی خوبی بود این قبیل ابتکارات که میشه گفت به نوعی مخصوص جنبش سبز هم بود و به ادبیات مبارزات مدنی در دنیا اضافه شد ولی چون در یک چارچوب استراتژیک اینها با هم دیده نشده بود به شکل شعله های روشن و درخشانی در یک گوشه اتفاق می افتاد و نمیتونه سرایت کنه به همگان و همه گیر بشه و در چارچوب مبارزه نقش خودش رو بازی بکنه و نکته آخر در بحث برنامه ریزی بحث باخت باخت, باخت بود که چگونه در واقع ما دراهی های باخت باخت رو رعایت بکنیم به دلیل اینکه در جنبش سبز آموزش کافی نداشتند کادرها اه اه طبیعتا خیلی اوقات هم تاکتیک ها اینچنین طراحی نمی شدن و بحث آخری که تا کنون بهش پرداختیم این است که آیا مقاومت مدنی دیسیپلین تدارک کافی برای حفظ دیسیپلین مبارزات بی کرده یا نه که خود این هم باز میشکنه به زیر مجموعه هایی که در جلسات قبل بحث کردیم از این منظر که به جنبش سبز نگاه بکنیم آیا تدارک برای کارهایی که اتحاد رو محکمتر میکنه مشارکت مدنی رو حد اکثر میکنه و جدا شدن از حکومت رو شتاب می بخشه کرده بودیم میشه گفت جنبش سبز در این زاویه کم و بیش موفق بود با مثلا استفاده از روز قدس و حتی نماز روز قدس و شعارهایی که تراحی کرد مشارکت مدنی رو تونست حد اکثر بکنه و علاوه این اینکه برای پاره از فعالین جنبش عجیب بود برن نماز جمعه اما نشون دادن در عمل اتحاد رو انجام میدن به رهبری جنبش گوش میکنن و میرن و جدا شدن از حکومت رو شتاب میبخشن مسئله دار میکنن حکومت رو یا در پاره ای کارهای دیگش همون تاکتیک استفاده از روسای رژیم این نقش رو بازی میکرد ولی باز هم چون همون یک فروندکار کار بود همون یک فقره کار بود و کارهای دیگه ای نبود خیلی این بخش نتونست نقش بازی بکنه و یا بازی هایی که در واقع بشه جدا شدن از حکومت رو شتاب داد کمبودش در جنبش سبز دیده میشد مثل اینکه مثلا سرکوبگرای رژیم رو با خانواده هاشون سیستماتیک بشه تماس گرفت و خانواده ها رو به جونشون انداخت همشاگردی های مدرسه بچه هاشون مثلا عکس چسبوندن به دیوار منزلشون و, یا انتشار عکس های سرکوبگرار شناسوندنشون انگشت نما کردنشون و غیرو که هزینه رو بالا ببره تا حدی انجام شد ولی جای کار بیشتر در جنبش سبز داشت و آخرین موضوع در مورد دیسیپلین مبارزات بیخشونت در واقع اینکه آیا روش های خشونت بار و بی خشونت به این ترتیب مخلوط شد در جنبش سبز و احتمال پیروزی کاهش یافت میتونم بگم تا درصد زیادی این اتفاق نیفتاد آیا حمایت بیرونی از جنبش کم شد به این دلیل باز هم به نظر من نه جنبش سبز از این حیث جنبش موفقی بود حتی در روز آشورا هم که کار به مقداری درگیری و زد و خورد رسید در چهارچوب استراتژی جنبش مبارزات مدنی بود اگر موتور بسیجی رو گرفتند و آتیش زدند در واقع خشونت ورزی جنبش نبود جنبش در واقع از خودش دفاع می کرد و جلوی حمله رو می گرفت وگرنه حتی پلیس هایی رو که گیر می جنبش ممکنه زد و خوردی هم باهاشون داشتن فعالین ولی رهاشون میکردن و به هیچ وجه به کارهای خشونتباری که حمایت دنیا رو کم بکنه نیفتاد جنبش و منحیسل مجموع دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو خوب جنبش حفظ کرد و به همین دلیل هم در جهت حمایت جهانی از جنبش سبز نه فقط توسط ایرانی های بیرون از ایران بلکه غیر ایرانی ها سازمان های مدنی دولت ها دستانه های گروهی جنبش شاید یکی از نسبت به جنبش های دیگه در کشورهای یکی از درخشانترین کارنامه ها رو داشت به پایان این بحث میرسیم و جلسه آینده همجور که توضیح دادم در مسیری که تنظیم کردیم میپردازیم به جنبش سبز در آخرین جلسه این سلسله درس باز هم برخواهیم گشت شما رو تا جلسه بعد به خدای بزرگ میسپارم شاد و موفق باشید